از گفتگوی هدهد و دونه دونه مرغان میگفتیم، گفتیم که دونه دونه مرغا هر کدوم چه بهانه های میارن و هدهد مثل یک روانشناسی یا مثل یک پیر راهی، مثل یک بلد راهی نشسته دونه دونه عذر و بهانه های اینها رو برای خودشون تفسیر میکنه که شاید دست از این عذر و بهانه ها ورداره. به اون قصه رسیدیم که در واقع دراج میگفت که من قالب شیطان هستم، تا میام یه کاری بکنم شیطان توم حلول میکنه، و هدهد بهش گفت که شیطان روی طمع و آرزومندی و خواسته های تو سرمایه گذاری میکنه، تا یه چیزی از اون میخوای اون میتونه توت نفوذ کنه، و اگر این خواسته ها رو از دست بدی دیگه شیطان با تو کاری نداره. بعد مثالی آورد، قصه ای آورد که حضرت عیسی یه شب خشتی رو زیر سرش گذاشته بود، توی بیابونی خوابیده بود، نیمه های شب دید که شیطان داره دور سرش میرقصه و بهش گفت شیطان با من چی کار داری؟ گفتش که از مال من چیزی پیش توه که تا ندید از سرت ور نمیدارم. به هر حال عیسی بلند شد و این خشت رو از سر زیر سرش در آورد انداخت. اون وقت چون فکندان نیم خشت ابلیس، گفت من کنون رفتم ز پیشت خوش بخفت. دیگه راحت شد. مرغ دیگه ای که این قصه ابلیس و آزمندی بشر رو شنید، که احتمالا همون کپ که طلا دوست بود، گفت من عاشق، حالا من نمیدونم ما خانوما چه رابطه ای با کپک داریم که اینقدر طلا دوست داریم، ولی به هر حال کپک گفت من عاشق طلا و جواهرات هستم و برایم زندگی یعنی فرصتی محدود بین تولد و مرگ برای گوهراندوزی و کسب ثروت. بنابراین من دیگه با سیمرغ چه کار دارم؟ تو این فاصله که میخوای منو ببری پیش سیمرغ، من از کار و زندگی میفتم. هدهد گفت بیچاره، تو میدانی که بهترین فایده طلا ساختن قفل عفتیه که به فجر استر میبندن. حالا اینو باید یه ذره بازش کنم. برای جدا کردن نسل اسبهای اصیل که بسیار ارزشمند بودن حتی در دنیای دیروز، میامدن قفلی رو درست میکردن که باید از طلای ناب بود، که وقتی به درون آلت جنسی اسب میگذارن در اون تو زنگ نزنه، و اینو قفل میکردن که اسب نتونه با هر اسب بی اصل و نسبی جفتگیری کنه و در واقع اون گوهره اصیلش از بین بره و مخلوط بشه، بلکه باید صبر کنه تا با اسبی اصیل دیگه جفتگیری کنه. اون جنس اون قفل فجر استر از طلا بود و هدهد برگشت گفتش که بهترین جایی که طلا به درد میخوره و یه کاری از طلا برمیاد همینه که یه اصالتی رو حفظ کنه و فقط در اونجا به درد میخوره. بقیهش طلا از بین بردن اصالت کارش. چرا؟ به دلیل اینکه با این زنگوله منگوله هایی که ما به خودمون آویزون میکنیم از طلا، میخوایم از خودمون یه چیزی مقبولتر از اونی که هستیم به دیگران بفروشیم. اینجا هدهد میگه ای بیچاره، میدونی که بهترین فایده طلا ساختن قفل عفت است و این قفل را از طلا میسازند که زنگ نزند و برای محافظت اسبهای اصیل به کار میبرند که با اسبهای وحشی و بی اصل و نسب جفتگیری نکنند. زر اگر جایی به غایت در خور است، هم برای قفل فجر استر است. اگر طلا میاندوزی، لااقل قفل عفتی بر هوسهای خودت بساز که گوهر و اصل و نسب انسانی خودت را از جفتگیری با شیطان و هوسهای شیطانی محفوظ کنی. در اینجا هدهد دوباره تو تمام به اصطلاح منطق التیر، هدهد از قصه مثال و نمونه میاره تا پرنده ها رو شیر فهم کنه. اینجا هدهد میگه که بذار قصه مریدی رو که به همراه شیخی از راهی میگذشت برات نقل کنم. مرید در مقدم شیخ
یا در شیخ و مریدی، مرید یعنی شاگرد، باز برای بچه جوونا معنا میکنم ولی استاد